آماده دیستم ندارم. شروع کردم یه مقدار کارهای ناقص هم انجام دادم. بعد از اون وقتی میرم خونه میشینم پشت میز و یه مقداری مینویسم. زندگی من رفتیم به هم شد. من این ما قرار دوشنبه نداشتیم. فرمودی ترزید فرمودی یک شنبه. اختیار دارم. فرمودی دوشنبه. دوشنبه یک شنبه ها نه. نیستم اینجا. بله دوشنبه. من پوزش میخوام از برو کنیم. بله. 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 رضا سید حسینی در سال 1305 در اردبیل متولد شد. پس از گذراندن دوره‌های تحصیلی مقدماتی، وارد مدرسه پست و تلگراف تهران شد و تحصیلات عالیه خود را در رشته ارتباطات دور آغاز کرد. حضور پژمان بختیاری، معاون و معلم فرانسه این مدرسه، مشوق او در تکمیل معلوماتش در زبان فرانسه شد. سید حسینی برای ادامه تحصیل با استفاده از بورس تحصیلی به مدرسه عالی ارتباطات پاریس رفت. بعدها نیز چند ماه در دانشگاه USC لس آنجلس امریکا در رشته فیلمسازی دوره ای را گذران. خب آدم وقتی میخونه به دنبالش میخواد یک کاری بکنه دیگه از این قبیل. بنویسه، نمیدونم شعر بگه. اول فکر کردم شعر میتونم بگم. شروع کردم شعر گفتن و در روزنامه شهرمون چاپ کردم. بعدا دیدم نه اهل شعر گفتن نیستم و این حرفا و فلان. شروع کردم خوندن کتاب‌های ترکی استانبولی و ترجمه اونها، داستان و این حرفا. آمدم با عبدالله توکل مرحوم، من آمدم تهران درس بخونم. اونم از اول تهران بود، همخونه شدیم اینا. یه کتابی داره که نویسندگان بزرگ، داستان‌های قصه های از نویسندگان برای خردسالان، و این یکی هم هست، داستان‌های با قهرمانان کوچک از نویسندگان. آها، اینا هست. توکل آمد و دید که منم کتابای ترکی نمیدونم میخونم اینا، گفت بیا بعضی از این شاهکارهای دنیا رو از دو زبان ترجمه کنیم، دو تایی با هم کار کنیم. چه این کارو کردم. بعضی از این کتابایی که این داشت و معروف هم بود، کتابای از بالزاک و ژید و اینا نوشتم. یک بریانی شبستری بود در خیابون فردوسی. پیرمردی بود، یه دکون کوچولوی داشت. من رفتم ازش روزنامه می‌گرفتم، کتاب می‌خریدم. از استانبول کتاب می‌آورد خودش. مدت ها اونجا زندگی کرده بود، آمده بود. این لیست رو دادم، گفتم این کتاب رو برای من بیار. این کتاب رو آوردیم و با توکل نشستیم از دو زبان ترجمه کردن. 6 تا کتاب اینطوری در آوردیم. این شاید معرفت 100 کتاب اثر نویسنده بزرگ بود و این حرفا. و بعدم رفتیم سربازی و چیز منتقل من کردن کرمانشاه و بعد رفتم یه گردانی قصر شیرین بود اونجا و ما افسر مخابراتش بودیم. البته خود همیشه من میگم من تکنسیان خیلی خوبی بودم، منتها بعدا Thank you.
ترجمه آزاد یعنی چی؟ گاهی اوقات مثلا کسایی که میان مثلا عنوان ترجمهشون ترجمه آزاد میگذاره، مثلا اقتباس آزادانه از یک کتاب از یک اثر. ببینید من مترجم ادبی هستم. بله. ترجمه ادبی شرایط دیگه داره. شما وقتی بخواید یه مقاله علمی ترجمه کنید، وظیفتونه که اون مطلب رو به هر زبانی بفهمونید. در نتیجه آزادانه هم میتونید مثلا حرفتون رو راحت تر بزنید، ولی این اون حرف رو بفهمونید. اما ترجمه ادبی فرق میکنه. شما در قبال نویسنده مسئولی. شما نمیتونید حتی زبون دیگری انتخاب کنید برای اون کار. زبون خود اون رو باید انتخاب کنید. بهش میگن استیل، بهش میگن سبک. هر نویسنده یه سبکی داره. سبک نویسنده رو باید بتونید مراعات کنید. توجه فرمودین؟ اینه که نمیدونم آی ترجمه آزاد از فلان چیز در ادبیات نمیشه. ادبیات شما باید 100% مقلد نویسنده باشید. زبانی که به کار برده جدیت کنید، زبانتون نزدیک کنید با اون زبانی که نویسنده به کار برده. مکتب های ادبی سید حسینی کتاب درسی دانشگاهی شد. اصلا در نوع خودش سالها رقیبی نداشت. هنوز هم که هنوزه شاید رقیبی نداشته باشه. در ویرایش های متعدد این کتاب رو هم حجمش زیادتر کرده، هم کیفیتش رو بهتر کرده. آخرین ویرایشش با اولین ویرایشش خیلی فرق داره. کارهای زیادی کرد که شاید بسیاری از حتی اعضای جامعه ادبی ایران به یاد نداشته باشند یا اصلا شناخته نباشند اون رو. فهرست آثارش رو که انسان نگاه میکنه، بعضی از آثار بود که من فکر نمی‌کردم که سید حسینی مترجم این اثر باشه. ولی مثلا فرض کنید که در سفری به رشت در بساط یک کتاب فروشی که تو خیابون بساط پهن کرده بود یک کتابی دیدم که اسم سید حسینی روش هست و فکر کردم که این خودش ممکنه این کتاب رو نداشته باشه، برای اینکه کتاب کهنه بود و در واقع هم جلدش و هم کاغذهاش و اینهاش نشون میداد که مال سالها پیش هست. اینو خریدم که بهش تقدیم کنم، که من چون خودم بعضی از کتابهای خودم رو ندارم. فکر کردم سید حسینی هم این کتاب رو نداره. دیدم کتاب بسیار شیرین و جالبی هست. به فکر نمی کردم اصلا مترجمی در ایران دسترسی به این نوع اثر داشته باشه و تازه کسی مثل سید حسینی که مثلا ضد خاطرات رو ترجمه کرده، امید رو ترجمه کرده، شاهکارهای بزرگ ادبی فرانسه رو ترجمه کرده، این رو بیاره به ترجمه یه همچین کتابی. حس میزنم که خیلی از کتابهایی که ترجمه کرده شاید خودش هم نداشته باشه و فراموش شده باشه. ولی اینکه بعضی از اینها واقعا احتیاج هست که، یعنی لازم هست که تجدید ترجمه بشه. از جمله همین کتابی که عرض میکنم، قصه هایی که بزرگان ادب فارسی، ادب جهان مثل تولستوی و دیگران برای کودکان نوشتن. حالا چه آثاری رو ترجمه کردید؟ از ابتدا بفرمایید، مثلا اونایی که چاپ شده، اونایی که چاپ نشده. بله، من همشو اصلا برخلاف قاضی که از این بابت فوق‌العاده بود، یعنی یه جدول تهیه می‌کرد اینطوری. میگفت اولین کتابم این، چاپ اول، چاپ دوم، ناشر، تاریخ چاپ. یکی از این لیستاشو به من داده، دارم دستم. و حسودیم میشه از اون بابت هم. من اصلا نمیتونم ردیف کنم چی ترجمه کردم. آقای سمیه اون روز میگفت من این چیز نمایه کتاب مرحوم مشا رو اینجا باز کردم، اینقدر اسم تو هست اون تو، چی کردی اینا چیه؟ سال قبل بود. آره آره، اینقدر اسم من هست اون تو.
ولی خب کارهای مهم همین چیز بوده دیگه، کارهای از کارهایی که با توکل کردیم. بازم اونها یکی دوتاش مثلا کار بالزاک بوده و این حرفا باید تجدید نظر بشه. ولی خب مثلا همین در تنگ بود، بعدن تونی اوکروگر توماس مان بود، بعدن کتاب مهم به اصطلاح طاعون کامو بود، و بعد هم کارهای همین دوتا کتاب مالجو بود، بعدن اخیراً من یکی دوتا کتاب، یکی که اول چند مقالش ترجمه کردم بودم اضافه کردم از جید بهانه ها و بهانه های تازه، بعد از سارتر در دفاع از روشنفکران رو اخیراً ترجمه کردم چند سال پیش در اومد. و خودم رو ندارم، جدیت میکنم سبک نویسنده رو تقلید کنم. اگه تونستم مترجم خوبیم، اگه نتونستم که سبک خودم رو مینویسم که میشه همین دیگه. حساب اینو بکنید که البته سلیقه چرا؟ سلیقه مثلا دریابندری دید خاصی داره در ترجمه، که مثلا در یه مواردی مثلا از زبان عامیانه استفاده کنه، در یه خب اینا قدرت‌های مترجمه که میتونه چیکار بکنه. قاضی سبک خاص خودشو داره، زبان زیبای خودشو داره، اینا خب فرق میکنه. من معتقدم که سبک خود من وجود نداره، من تابع نویسندم، جدیت میکنم هرچی بیشتر خودم به اون نزدیک کنم. کتاب بوده که دستم گرفتم دیدم زبونش زبان من نیست و نمیتونم اون زبون رو درآورم، در نتیجه گذاشتم کنار. زولا رو نه ازش خوشم میاد من و نه از زبانش رو میتونم بنویسم. اول من چیزو آسوموار رو شروع کردم، 10-20 صفحه ترجمه کردم و بریدم، دیدم اصلا حوصله‌شو ندارم، گذاشتم کنار. استاندال هم چیزو صوبه پان رو گرفتم دستم، باز دیدم زبون استاندال زبون من نیست. نویسنده هایی که زبانشون رو میتونن، چون ببینید مالزو نویسنده بسیار دشوار نویسیه، مثلا یک مترجم معمولی بگیر دستش جا میخوره، ولی خب من زبان اونو پیدا کردم، زبانش برام آسونه، لذت هم میبرم از ترجمهش. در رشته ترجمه استاد ارجمند جناب آقای رضا سید حسینی. از هر حیث واقعا دوست داشتنی بود. یکی از ضایعات جبران ناشدنی که انسان داره اینه که چنین دوستهایی رو از دست بده. آرنسول فرانس یک جا میگه که بدترین نفرین اینه که انسان بعد از همه دوستانش بمیره، و واقعا الان من این احساس رو میکنم که بعضی از دوستان من طوری من باهاشون مانوس بودم و در زندگی من اصلا جا داشتن که با رفتن اونها این خلأ به هیچ وقت پر نشد، هیچ وقت پر نشد، فقط خاطری اونها بود که میتونست اینها رو پر کنه.
از خصوصیات آقای ست حسینی میتونم بگم افتادگی و فروتنیشون در واقع شاخص‌ترینش بود. خیلی آدم افتاده‌ای بودن، با همه خیلی راحت بودن، راحت صحبت میکردن و شاید هم بتونم بگم که یه درس عبرتی باشه برای جوونا که فکر میکنن اگه یه مقدار معلومات اضافه شده باید یه جورای دیگه ای رفتار کنن. مردی بود بسیار صادق، رو راست با همه. حتی من شاهد بودم که با راننده تاکسی که خب چند دقیقه همنشین او بود طوری ارتباط برقرار میکرد گویی سالها باهاش آشنایی داره. من یک شخصیت عالی و متعادلی در ایشون دیدم که همواره قصد داشت که به فرهنگ خدمت کنه در راه های مختلف، از تشویق جوانها گرفته، از ترغیب اونها به مطالعه کردن و از اینکه معرفی کنه کتاب های خوب و شایسته را به جوانها و کسایی که استعداد داشتن به زبان فرانسه کتابی را ترجمه کنند. من یادم نمیره اولین بار که ایشون را ملاقات کردم شاید حدود 22 سال پیش، وقتی که ایشون متوجه شد که من از مؤلفان و ویراستاران دایره المعارف بزرگ اسلامی هستم، با اینکه خیلی حوزه کاری ایشون هم اون کارها نبود، به قدری از این کتاب و از نویسنده‌هاش تعریف کرد که یک احساس شادی و شعفی به من دست داده بود که اون موقع خیلی سنم کمتر بود و تا مدت‌ها این شادی را با خودم همراه داشتم. به هر حال این از نیت پاک و خیرش بود که در هر کاری که وارد میشد سعی میکرد یه گروهی را با خودش همراه کنه و تشویق کنه به کارهای مؤثر و نیک. من وقتی که در فرانکلین به کار ویراستاری مشغول بودم، از ویراستار خواسته میشد که علاوه بر ویرایش کتاب و در پایان ویرایش کتاب یک خلاصه از این کتاب تهیه کنه که این رو هم برای شرح پشت جلد ازش استفاده میکردن و هم برای طراحی کتاب، طراحی پشت جلد کتاب که بایستی با مضمون کتاب بخونه. البته کتاب های تألیفی رو ما مجبور بودیم خودمون این شرح رو تهیه کنیم. در کتاب های ترجمه هم اول من خودم این شرح رو تهیه میکردم، بعد در کتابخونی فرانکلین برخوردم به دیکسیونر دزور، یه اثر شش جلدی هم مثل این که بود، مثل ترجمهش. و این رو وقتی که ورزدن دیدم که یعنی کتابی که تمام آثار مهم جهان رو نه تنها در رشته ادبیات، در رشته های متعدد، علوم انسانی، حکمت، فلسفه، اصلا شاهکارهای به اصطلاح مکتوب جهان رو اینجا معرفی کرده. چون میدونستم که آقای فیروزان از چنین طرحهایی استقبال میکنه، پیشنهاد کردم که این کتاب رو ترجمه کنند و در انتشارات سروش به چاپ برسه. اول آقای افکاری رو، جهانگیر افکاری رو برای سرپرستی این مجموعه در نظر گرفتن. آقای افکاری هم حتی آمد و خواست شروع کنه ولی بعد خودش منصرف شد، گفت من الان توانم رو ندارم، اساس شنوایی هم اشکالاتی دارم و نمیتونم ارتباط لازم رو برقرار کنم با مترجمان و اینها. بعد فکرمون به این رسید که آقای ست حسینی رو پیشنهاد کنیم و پیشنهاد کردیم، هم ایشون قبول کرد هم انتشارات سروش استقبال کرد. البته پیش از اون ناشر بخش خصوصی هم به من پیشنهاد کرده بود بیاید این کار رو بکنیم، من گفتم شما نمیتونید، این چنان خرجی داره که فقط ناشر دولتی میتونه این کار بکنه، شما نمیتونید. همینطور هم شد با من. منطقه هم مهندس فیروزانم واقعا سنگ تمام گذاشت، یعنی دیگه اصلا پیش از اینکه بودجه براش تشکیل بشه و این دفعه همینطور از گوشه سروش برید داد. من نبودم، من تو عضو هیئت علمی دانشنامه جهان اسلام بودم، پایین کار میکردم، تصادفاً از اونجا در اومده بودم، اینا آمدن سراغ من گفتن که تو بیا اینو چیز کن، سرپرستی کن، که منم آمدم باشون
اول با هم شروع کردیم همکاری و منم سینایم هیئت علمی گفتم بخونیم اگه قبول کردین این با ما کار کنه. به این ترتیب چند تا دوستان هم از من دلخور شدن چون قبول نکردن آقایم. ولی خب بعد از اون دیگه 7-8-10 سال واقعا طول کشید تا ما تونستیم اینو منظم کنیم، مقاله ها رو آماده کنیم، نمیدونم فیشیه درست کنیم فلان و اینا، تا سال 78 که اونا 68 شروع کرده بودیم تا 78 ما همینطور داشتیم اینو زمینه فراهم میکردیم، میدادیم چیده میشد، میدیدن، نمیدونم. بالاخره جلد اول در 78 آماده شد، یعنی آقای شهردوست رفته بود و آقای اشعری آمده بود. همون تا اولین کاری که کردن آقای اشعری جلد اول رو در آوردن. جلد اول در اومد و بعد از اون هر سال یه جلدش رو در آوردیم دیگه منظم. سریع این کتاب رو چاپ کردیم و به اصطلاح نسخه هایی رو برای بعضی از دوستان فرستادیم. برای اولین بار در ایران رونمایی کتاب رو ما با این کتاب در یکی از سالن های همایش صدا و سیما شروع کردیم. جناب آقای حداد عادل وقتی صحبت میکردن گفتن که این نسخه که به دست من رسید و من بردم خدمت مقام معظم رهبری خدمت ایشون نشون دادم، ایشون کتاب رو دیدن، خیلی ستودن و گفتن که وقتی من میگم کار جدی بکنید یعنی از این کارا دیگه. خیلی ما هم دلمون قرص شد و خب الحمدلله خوب تصمیم گرفته بودیم. مرحوم رضا صدوسی که صحبت میکردم تازه جناب عالی تشریف آوردی بودید برای مدیریت انتشار سروش، اول نگران بودن، بعد که با جناب عالی صحبت کردن دیدم چقدر ایشون روحیه گرفته. گفت بله. خیلی شما استقبال خوبی کردید با توجه به اینکه خب هزینه زیادی داشت و امکانات زیادی میخواست و کمی هم به حال کار فرهنگی کند هست. 640 کتاب خطور شاید بیش از 7000 صفحه باشه. کار بسیار بسیار دشواری بود که تمام اینها از زیر نظر تیزبین ایشون رد شده بود. سایر اعضای هیئت علمی هرچند همکاری مستمر داشتن ولی کار اصلی را در حقیقت ایشون انجام میدادن. اون نیروی انرژی و نیروی فکری و عاطفی حتی که صرف سید حسینی صرف این کار کرده اصلا تحلیل برده بود. ایشون علی‌رغم این که هم به لحاظ بینایی یه مقداری ضعف چشم داشتند و گاهی هم یک ناخوشی‌هایی از نظر جسمی داشتند، ولی یک لحظه از کار فروگذار نمی‌کردند. من یادمه که ایشون حتی وقتی در واقع به نوعی بستری بودند و ناگزیر باید استراحت می‌کردند، باز هم در همون حال ویرایش نهایی فرهنگ آثار رو که به عهده خودشون بود انجام می‌دادند. من میخوام بگم که یکی از عوامل اون از کار افتادگی اواخر عمرش همین صرف انرژی بود. یعنی تمام انرژی این دیگه خالی شده بود که اون اواخرش همیشه گره داشت که شما منو تنها گذاشتید، راستم میگفت. فرهنگ آثار یک کتابخونه است. شما یک کتابخونه ای فکر کنید دارین 20000 تا کتاب توشه. 20000 تا منتخب کتاب های مهم دنیا. و واقعا خیلی هستن که همین یه مقاله دو صفحه در فرهنگ آثار بخونه اون کتابو میشناسن. آشنا میشن باش. و از این لحاظ فوق العاده است و ناشرا مثلا میتونن از روی این انتخاب کنن کتاب برای ترجمه بدن. شما مثلا
ادبیات امریکای جنوبی. ادبیات امریکای جنوبی شما 4 تا نویسنده‌شو می‌شناسید. سوال اینه که اقلاً 20 تا نویسنده برجسته داره. و شرح کتاباشم این تو است. خب میتونن این کارو بکنن. یا مثلا خود مترجم جماعت میتونن ازش استفاده کنن یا مراجعه ضمن یه مقاله اشاره به یک کتاب میشه نویسنده میتونه مراجعه کنه به این ازش استفاده کنه از این لحاظ فوق‌العاده است اثر 6 جلدی رو شما ورق بزنید میبینید که مترجمی که بیش از همه همکاری کرده آقای اسماعیل سعادت یعنی مبلغ زیادی از مدخلها به ترجمه آقای سعادت هست این از نظر کمیت و کیفیت میخوام بگم از نظر کمیت خانم نونهالی بله نونهالی بود که از نظر کمیت بخصوص در زمینه آثار ادبی معاصر بخصوص آثار ادبی معاصر فرانسه تقریبا اون جلدهای آخر امضای ایشون پای بسیاری از مقاله ها هست ما متاسفانه فرانسه از اون چیزهایی است از اون زبانهایی است که فرهنگ نداره، فرهنگ به درد بخور نداره در فارسی انگلیسی فرهنگ‌های خوب داره ولی ما یه سعید نفیسی، یک گلستانه داریم تا از جام یک این پارسایار یه چیزهای نوشته تصادفاً بد نیست جوونه و دیکسیونری نوشته که زبون امروزیه یا ما من دیدم ماها وقتی مراجعه میکنیم به دیکسیونری دو زبانه الان بیشتر از دیکسیونر قدیمی به دیکسیونر پارسایار مراجعه میکنیم خیلی راحت جوانی اندازه شما آره نیست دیگه ما نداریم و خوب کلمات امروزی انتخاب کرده گذاشته میتونه کمک حافظه باشه اما ما به دیکسیونر فرانسه جدی احتیاج داریم که متاسفانه نداریم اینه که ناچاریم از دیکسیونرهای یک زبان استفاده کنیم در برگرداندن به فارسی آقایون دیده بودن که بخش های از این کتاب که به حوزه اسلام و ایران مربوط میشه حالا به دلیلی که به دلایلی از جمله اینکه شاید انتخاب خوبی صورت نگرفته بود یا مجموعه آثار مهم انتخاب نشده بود یا احیانا مقاله خوب نگارش نشده بود آقایون تصمیم میگیرن که کتاب رو به دو قسمت تقسیم کنن بخش ایران و اسلام اون رو خارج کنن و بقیه رو ترجمه کنند و منتشر کنند و برای بخش اسلام و ایران در واقع یک کار نو یعنی مدخل گزینی بشه و بعد سفارش مقاله داده بشه و کار از ابتدا شروع بشه کار ما این بود در طی یکی دو سال جلساتی میذاشتیم و مدخلها رو انتخاب میکردیم برای کتاب فرهنگ آثار اسلام ایرانی منتها همکار دائمی من با بنده و ایشون ما دو نفر بودیم چون که افراد دیگه گهگاه میومدن آقایون اساتید ولی ما دائم اینجا بودیم یعنی من حداقل هفته دو روز در اینجا حضور داشتم آقای سروسنی هفته سه روز و بیشتر از همه این مدخلها با همکاری و تبادل فکری ما بود که انتخاب میشد بعدم در کلیه زمینه ها مثلا در زمینه ویرایش من همیشه از ایشون کمک میگرفتم و به اصطلاح ویراستارانی که ایشون تعیین میکردن اهمیت و ارزششون داد به اصطلاح تشریح میکردن به من که ما از اونها استفاده بکنیم خود ایشون اینقدر دلسوزی داشتن که روزهای بیشتری از من که در انتشارات سروش